بله. کی بود زنگ آیفون رو زد؟ هیچکی. مامان الان زنگ آیفون رو زدن، کی بود؟ چرا بهزده این همسایه بود، گفتش که به این ماشین رو تکون بدین، اینجا بچه گذاشتیم باشی. خیلی خوب. اجازه هست؟ بله بفرمایید. شما اینجا چیکار میکنی؟ بگو بابا بیا. امیر کیه دم در؟ مامان جان عرض کردم اومدم ماشین رو جابجا کنم، الان میام خدمتتون. الان وقتش نیست. دقیقاً الان وقتشه. بسه دیگه. دو هفته شما داری من دست به سر میکنی، چقدر منتظرشم؟ امیر خان بگو بابا بیا. مراسم عقد قانون خواهرمه. اجازه بدین مراسم که تموم شد در خدمت شما هم هست. دیگه تموم شد. دیگه نمیتونی من دست به سر کنی شما. ازتون خواهش میکنم. نه اجازه بدیم بی سر صدا همه چی رو حل و فصل کنیم. گفتم نه. اینجوری همه چی خرابتر میشه ها. اه برای کی خرابتر میشه؟ برای همه. من که گفته بودم به شما من مجبورشم میزنم به سیما آخر، نه گفته بودم؟ خدا رو خوش میاد مراسم عقد ازدواج دو تا جوون رو به هم بریزیم، انصافه؟ باش من میرم میشم تو ماشین تا مراسم شما تموم شه. ولی امیر خان بعدش بگو بابات بیا. چرا به پای هم پیر بشی؟ عروس خانم گلم اینم خدمت شما، البته در مقابل کادوی پدر داماد بی ارزشه. ببخشید اتفاقا کادوی شما خیلی با ارزشه. دست صافی نکن. خیلی ممنون. خواهش میکنم قابل نداشت. اینم کادوی ما به زندایی و دایی آقا. بفرمایید. حواست به داداشی من باشه. بیا عکس خوشگل بگیریم. تبریک میگم. امیر جان جونم فردا که اومدی کارخونه یه سر برو پیش رزبانی، مداری که ماشین پیشمونه ازش بگیر برین شماره گذاری تعویض پلاک انجام بدین تموم بقیه کاراشو میشه. من سعید جان چه زحمت کشیدی آخه، میشه سبکتر از این هم برگزار کنم؟ ای بابا این حرفا چیه؟ قابل شما رو نداره. راستی یه چیزی، این مزنه خونه چقدره الان؟ چه جوری هست؟ میدونی که الان قیمتش هم خوب بالا رفته. آه سعید جان میدونی که ما اینجا الان امانت داریم. من کاری به این حرفا ندارم، اگه قصد فروختن داشتی مشتریش هست. مشتری؟ نه بابا تو که خودت میدونی اینجا خونه آبا و اجدادیه، الان هم میراث فرهنگی دست گذاشته روشه. ما اینجا سرای داریم، اگر میتونستم اینجا رو بفروشم میفروختم، خرج یه کار خیر میکردم. خوبه ما بریم. سعید جان با ما سر بزنیم دیگه، الان فامیلم شدیم. قربونت خدا بود. خیلی ممنون زحمت دادیم بهتون، تشریف بیارید منزل ما. شما هم همینجور خدا خیلی متمرن کردیم اینجا رو به سلامه.
خانم خیلی زحمت کشیدی. کی بود اومده بودم در؟ من گیر دادی یا گفتم که اشتباهی اومده بود با این همسایه بغلیه کار داشت. یعنی الانم اشتباهی دوباره اومده؟ کی دوباره اومده؟ همین الان بابات هم داره باش حرف میزنه. کجا داری میری؟ خب من بگی چه خبره اینجا؟ تو خجالت نمیکشی؟ اجازه بدین توضیح بدم. اونجور که شما فکر میکنین نیست. اون زن دروغ گفته. حرف نزن. حرف نزن. تو آبروی منو بردی؟ چند وقته؟ چی بگم؟ سه ماه. بیشعور. تو از کی خبر داشتی؟ پرسیدم از کی میدونستی؟ یعنی شما حرفای اون زن رو باور کردی؟ امیر از کی خبر داشتی؟ چند روزی میشه؟ شاید یه هفته. تو یه هفته خبر داشتی؟ اون وقتی چی به من نگفتی؟ چی باید میگفتم پدر من؟ میگفتم که اون زن داره دروغ میگه. امیر اون زن چرا باید دروغ به این بزرگی بگه؟ ظرف میبره بذار توی یخچال، فقط سنگیرمه. چشم. حالا مطمئنی خانم راست میگه؟ نه مطمئن نیستم. پس برای چی شوهرش افتاده زندان؟ شوهرش رشوه گرفته جابجایی حسابای شرکت رو لاپوشونی کنه، اما طمع کرده بیشتر خواسته. اینا هم برای اینکه روشو کم کنن براش با گوش دوختن انداختن این زندان. اینا؟ یعنی سعید و امیر؟ حالا میگفت امیر در جریان نبوده. خب راست میگه؟ الله و اعلم. حالا میخوای چیکار کنی؟ هر کاری که لازم باشه، اما اول باید مطمئن شم. اگه پای پلیس و قانون به این ماجرا باز بشه، حسابی آبرو ریزی میشه، اونم تو این شرایط. بس برای همینه چند روز امیر به هم ریخته بود تو خودش. منیره اگر سعید با مال یه بچه یتیم همچین کاری کرده باشه،
از خلقومش میکشم بیرون. خیالتون راحت نه، من حواسم هست امروزم نشار برمیدونم زنده باشه این خود نگرد. سلام خانم. سلام علیکم. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. آقای تاجیک تشریف نمیارن؟ والا پدر کار داشتن، یه مقدار دیرتر تشریف میارن. اتفاقا مشرجب گفتش که شما خیلی وقت منتظری. من در خدمتتونم. من کمالی هستم، همسر حسابدار کارخونه. آه، همون خانمی که دیشب تشریف برده بودین در به منزل. بله، به هر حال آقای تاجیک تنها کسی هستن که من میتونم بهشون اعتماد کنم. نمیدونم شما چقدر در جریان اتفاقا هستین؟ اتفاقا بعد از رفتن شما پدر با من صحبت کرد و گفتن که شما مثل اینکه یه سری ادعا دارین مبنی بر این داستانه. بله، من قرار بود یه مدارکی بیارم امروز که حرفمو ثابت کنه. که بهش فکر میکنم نمیدونم واقعا میخواستم این کارو بکنم یا نه، اما انقدر عصبانی بودم که این حرفو بهش بزنم. سلام. سلام. خوبی؟ خوبه. روز به خوبه؟ آره خوبه. بابک، من امروز اومدم اینجا فقط که جواب ازت بشنوم. ببین، من دو تا تصمیم میتونم بگیرم. تصمیم اول اینه که از اینجا برم خونه، برم سر زندگی زیر همون سختی که با هم ساختیم، منتظر چند تا هر وقت که طول بکشه. هر کاری هم میکنم از این جهنم هم بیارم این بیرون. ولی تصمیم دوم اینه که از اینجا یه راست میرم دادگاه، درخواست طلاق میدم، میرم چمدون رو میبندم، میذارم میرم برای همیشه، دیگه پیدا ما نمیتونی بکنی. واسه حرفم تموم شد. تو اگه میخوای که من تو زندگیت بمونم، فقط یه راه داری بابک. همین الان همه چیزو بی کم و کاست برای من تعریف میکنی بابک. همین الان. باش میگم، همه چی رو میگم، فقط رویا من کاملا درکت میکنم رویا، میدونم برای اولین بار اینجا بودن چقدر سخته، هم برای من هم برای تو، ولی چی کنم، این اتفاق افتاده، همش تقصیر من نبوده که. من جایی که کار میکردم مفخم یه سری چیزایی به من گفت. به نظر شما عجیب نیست که خانم محسنی که سال هاست داره با حقوق بازنشستگی همسرش زندگی میکنه این همه پول تو حسابش باشه؟ یعنی شما میخواییم بفرمایین که آقا سعید این پولو داده به همسرتون تا جرمو گردن بگیره و همسرتون هم پولو واریز کرده به حساب یه شخص دیگه؟ بله، به حساب خالش. اصلا بابک کار خالش رو همیشه انجام میده. ایشون اصلا سواد ندارن، نمیدونن اصلا همچین حسابی دارن. من هم اتفاقی فهمیدم. ببینید، من میدونم همه اینا خیلی عجیبه، ولی باور کنین واقعیت داره. شما خودتون رو بذارین جای ما. دیشب اومدین در خونه و با بابا صحبت کردین و گفتین که یه مدرکی داری. آخه من اگه مدرک داشتم که این بردم داشتم رو میز قاضی پرونده بودم در خونه شما، چون که پدر شما شریک کارخونه است. نه، من پدرم شریک اون کارخونه نیست. نصف اون کارخونه مال آقا سعیده و نصف دیگهش مال مرحوم پدر فرهاد پسرعمه منه که با ما زندگی میکنه. بله، اینا رو میدونم. اصلا به خاطر همین فکرم شاید پدرتون کمک کنه به. آخه شما چطور انقدر مطمئنین اینکه همه چیز همون جوریه که شما فکر میکنین؟
همسرم خودش اینا رو به هم گفت. من چند روز پیش رفته بودم ملاقاتش، بهش گفتم یه چیزایی فهمیدم، اینا رو که براش گفتم، بعد مجبورش کردم که همه چی برام توضیح بده. یعنی شما میخواین بگین که همسرتون همه چی رو برای شما توضیح داده اما نمیخواد توی دادگاه جلوی قاضی بگه؟ بله متاسفانه دقیقاً. بخاطر اینکه فکر میکنه سعید مفخم براش یه کاری میکنه. اما این چیزی نبوده که شما دیشب میخواستین به پدر من بگین. شما گفتین که یه مدرکی رو دارین که ادعاتون رو ثابت میکنه. من اصلا نمیدونم اگه با خود آقای تاجیکم صحبت میکردم فرقی میکرد یا نه. به هر حال شما دو تا خانواده دارین وصلت میکنین با هم، به نفعتون نیست که حرفای منو باور کنی. خانم کمالی، این هیچ ربطی به ادعایی که شما کردید نداره. شما گفتین که یه مدرکی رو دارین که ثابت میکنه حرفاتونو. اصلا درست میگین شما. من برای اثبات حرفام هیچ مدرکی ندارم، ولی فقط میخوام بدونم حرفی که نشه ثابت کرد اشتباه لزومن؟ دست درد نکنم بگم این یه دقیقه ماشین خاموش کن. بفهم داری میری کارخونه، ریز حساب این دو سال از مالی برای من بگیر. دو سال؟ آره دیگه بابک، مگه این دو سال آخر حسابدار نبوده؟ خب بله. پس حرفای این خانومه رو باور کرد. خب بالاخره باید بفهمیم چی به چیه دیگه، نه؟ فرمایش شما درست، ولی این وسط اگه آقا سعید بفهمه چی؟ شما فکر کن همین حرفایی که به من زده شده به سعید میزدم، تو فکر میکنی چی کار میکرد؟ خب به هر حال اونم باید میفهمید که ساعت و صبح قضیه چیه دیگه، نه؟ بله، ولی شرط عقل حکم میکنه که اگه آدم همچین حرفی رو راجع به یکی میشنوه یه دلیلی، یه مدرکی، یه سندی، یه چیزی هم همراهش باشه، به ویژه این که اون آدم هم رفیق شماست، هم شریک شماست، هم پدر دامادتونه. بله بله درسته، ولی تا چه حرفی باشه امیر جان، همیشه شک کردن بد نیست، شک آدم رو به یقین میرسونه. من واقعا آرزو میکنم، امیدوارم که همه این مسائل دروغ باشه. خیلی خوب آجون، با من کاری نداری؟ نه، خیر پیش. برو سلامت باشه. رسیدم به خیلی باشتا جا. سلام آقا. خسته نباشی. قربان شما. مبارک باشه. ممنونم آقا. حیال آوردی؟ نه حقیقتشو بخوایم یه قرارمدار هایی گذاشتیم، اما دروغ چرا بگم، هنوز هیچی معلوم نیست. یعنی آقا رجب ما هنوز عذبه؟ تا قسمت چی باشه آقا. خیلی خوب درست میشه انشالله. براتون عسل آوردم، ناقابله، الان رو میزه، یادتون نره ببرینش. آقا رجب خیلی زحمت کشیدی، چرا از این کارا میکنی؟ ما رو شرمنده میکنی. قربان شما، شنیدم دیشب مراسم اسرا خانم بود، مبارک انشالله. ممنون، البته یه اخونون جزئی بود و یه شیرین خورون، حالا تا بعد. سلام، تقدیم با عشق. سلام، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. میگم ایرادی نداری که محل کارت اومدم دنبالت؟ نه چه اشکالی دارم. خب چه خبر از مامان بابا اینا؟ راجبه؟ راجبه من؟ راجبه اینکه چه داماد خفنی گیرشون اومده؟ چرا؟ کلی تعریف میکردم ازا. لطف دارم. راستی راجبه کادوی دیشب هم میدونی بابای من کلن علاقهش رو با پول خرج کردن نشون میده، هر چقدر بیشتر دوست داشته باشه بیشتر خرج میده. دستشون درد نکنه. بریم یه جور بشینیم حرف بزنیم. بریم. شما چه خبر؟ هیچ، ما که یک دل نه صد دل. سرت در نه نه آقای تاجیک،
من میدونم پول این گلا خیلی گرونه. بیمم دبه کرده یک قرم باباتش نمیده. تقصیر منم که نبود. این قلب وامونده داشتم میرفتم که گلا رو برسونم. شروع که بریب زدم. گفتم میذارم میزنم کنار. یه لیوان آب میگرم از این مغازه ها میگیرم میخورم حرکت میکنم. در ماشینی که واکرم اومدم پایین حالم به هم خورد. خدا خیرش اومده. چهار تا جوان اومدن زنگ زدن. آمبولانس برو برسونم بیمارستان. حالا فقط برای من شرمندگیش مونده. نفرمایید. من یه مقدار پسنداز داشتم. یه مقدارم قرض قولو کردم. خیلی کمتر از اون خسارتی که به گلا زدم. این خدمت شما باشه. هر باقشم میام براتون کار میکنم. این برابر میکنم. جور میکنم. میارم خدمتو میدم. این فعلا پیش خودتون باشه. نیازی بهش نیست. من فردا میرم باربری یه چیزی مینویسم که ما از شما شکایتی نداریم. خدا خیرتون بده آقای تاجیک. چجوری تلافی کنیم به پیغمبر؟ این حرفا چیه؟ هر وقت شما تونستین آمادگیشو داشتین میتونید بیاید اینجا تصفیه کنیم. اگرم نداشتین حرارتون باشه اصلا دینی گردنتون نیست. خیالتون راحت. چجوری تلافی بکنم این محبت شما را آقای تاجیک؟ تا اون دارم فراموش نمیکنم. نفرمایید. اصلا برای کاری که عمدی توش نبوده که شما نباید تاوان بدین که. بالاخره این ضررات جزئی از کار ماست. انشالله جبران میشه از جای دیگه. فقط این که شما یه گواهی از دکتر بگیرین بیارین اینجا بذارم رو مدارکتون بفرستم برای بیمه. بهانه بیمه همین بوده. چشم. بفرم خورو. بفرم یه هی حاضر. دستتونم درد نکنه. میتونم یه کپی از این مدارک؟ نه آقا اصلا که شما باشه. کارش ندارم. بسیار تو که میبینم زیادم براتون خرج برداشته. بله آقا دبا درمون خیلی گرون شده. ما دو شب تو بیمارستان خوابیدیم. بابا بفرمید الان 10 دفعه 15 دفعه باید باری بربر بکنم تا بتونم هزینه‌شو جفت جور. الحمدلله که الان سلامتید و سلامتی خودتون رو به دست آوردید. شکر خدا. خدا میتونی تشریف ببرید. خدا خیرتون بده. خدا ایشالا خودت و خانوادتو پاتون به بیمارستان نکشه. قربان شما. واقعا نمیدونم با چه زبانی. کارشون. روز خوبی داشته باشی. خدا حافظ شما. ممنونم. برادر بستتون فراموش. حواس کنه دستتون در نکنه. آقا تا چه کردید من دست شما رو ببوسم. این چه کاریه به سلامت به سلامت. خیلی کار بزرگی کردید. قربون شما. ان شاء الله که دیگه براتون پیش نیاد. قربون شما. خدا حافظ. خدا. یا علی. روز بخیر آقا جون. چیزی شده؟ نمیخواستی بشه. تا قرار بود کاری بکنی زن کمالی زبونش بباره. اینقدر راه نیفته این مرانور شهر دادار دودور راه بندازه آبی رو حیثیت ما رو ببره. همه اینا را چشم تو میبینم آقا جون. عوض میخوام جسارتا من خودم 100 دفعه بهتون گفتم این سفتهای اینا رو به اجا نذار. شما هم بعضی وقتا هر پوش نمیدین ها. گفتم یه چیزی فرق کنید چوناشو خودشو قفه خون میگیرن گوش نمیدین. بله خب نمیخواد بلبل زبونی کنی واسه من. خودشو یادته اون موقع اومدی اینجا استخدام بشی کار بگیری صرف خم کردی یعنی ننه مرده ها. گفتم من خوراکم کامپیوتر و این حرفاست. گفتم ببین من کامپیوتر نمیخوام دیپلم این چیزا نمیخوام. دارم 1000 تاشو دارم اینجا. دارم مفت میخورم از زیر کار در میرم. گفتم چی میخوام؟ جنم. آره کلا. گفتم جنم داری؟ جوهره داری؟ وجودشو داری؟ گفتی؟ دارم آقا جون. دارم آره کلا. آره نشون بده دیگه. محسن به شما چیزی گفته؟ نه با من از امیر شنیدم. حسین که لام تا کام حرف نمیزنه. آقا جون جسارتا من این چیز خدمتتون عرض کنم. عذر میخوام ها. گیر دادیم به این امیر پپه. از این امیر بخاری بلند نمیشه. دیگ به دیگ میگه روسیا.
سلام آج متی، خوبی؟ آقا دیگه سراغی از ما نمیگیری ها؟ الان مسجدی آج متی؟ یه زحمتی برات داشتم. ببین یه اسم و تلفن برات میفرستم باش تماس بگیری یه وام از مسجد بهش بدین، زامنش هم خودم. نه 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 نه، یه وام جزئی دو همون هفتش ده تومن باشه کافیه، به هر حال کارش را میفته. باشه، میام مسجد میبینم. قربونت، خدا نگهدارت. سلام. سلام، خوش اومدید. سلام. خیلی ممنون از شما. چیزی نیاز نداری؟ نه مچک. چرا اینجا من خلوت هم؟ خلوت خوبه دیگه، گوش تا گوش آدم میشست خوب بود. نه منظورم اینه که کم عجیب نیست این موقع از روز، هیشکی نیست، نکنه غذاش بده. نه غذاش خوبه، خلوتش به خاطر اینه که من ازشون خواستم، یعنی رزرو کردم دیگه اینجا. کلشو؟ بله کلشو. دیوونه برای چی کل رستوران رزرو کردی؟ تو من چی هم گفتی دیوونه؟ معذرت میخوام، یعنی چرا معذرت میخوای؟ من کیف کردم. تو اصلا از این بعد فقط به من بگو دیوونه، هی بگو دیوونه. من تو با همین صمیمیت ها. خب حالا چرا کل رستوران رزرو کردی دیوونه؟ خیلی قشنگی دیوونه. کل رستوران رزرو کردم برای اینکه گفتم دور هم یه جشنی بگیریم و با دوستام آشنا بشی. و دوستا؟ دوستام. چرا کلا زودتر نگفتی؟ میگه نگفتم؟ نه باید قبلا به این میگفتی. بهتون تبریک میگم. ممنون. به نظرم آزاد واقعا شما رو دوست داره. چطور مگه؟ به خاطر امروز دیگه. یعنی شما واقعا نمیدونستین؟ نه من نمیدونستم. البته من یه حدسایی میزدم که چرا آزاد همچین جشنی رو باید امروز بگیر. چرا؟ شاید به خاطر اینکه به یکی دو نفر پیامشو برسونه که ازدواج کرده دورشو خط بکشه. آخه میدونین که خیلی از دختر آرزوشون این بود که ازشون خواستگاری کنه. البته فکر کنم شما خودتون یه بوایی برده بودین. آره ببخشید. نباید میرفتی سراغ تاجیک. شما باش حرف میزنی، هرچی هم میدونی میگی. چی رو بهش بگم؟ هرچی میدونستم به تو گفتم دیگه. مطمئن نیستم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که تا گیر نیفتاده بودی هیچی از این ماجرا به من نگفتی. از رشوه، از لاپوشونی حسابا، از تبانید با مفخم. من چرا نباید میرفتم پیش محسن تاجیک؟ پکی تو نمیخوای از اینجا بیای بیرون؟ تو فکر میکنی مفخم کوتا میاد؟ یارو به شریکش رحم نکرده. حالا که بفهمه که تو رفتی پیش تاجیک دیگه ولکن نیست. من اونو میشناسم. من که قرار نبود تا ابد اینجا بمونم، که قرار بود بیام اینجا یه مدت کوتاه بمونم اونا بعدا منو آزاد کنن. ولی حالا که اینطوری شد دیگه ولکن نیست. بابک جان یعنی واقعا تو متوجه نشدی؟ همین نقشه بوده. مثلا از اول برنامه مفخم همین بوده.
اگه یه نفر بتونه تو رو از اینجا بیاره بیرون، اون یه نفر محسن تاجیکه. نمیدونم. من میدونم. شما باش حرف میزنی، همه چیزم بهش میگی. این یه بار به من اعتماد کن لطفا. باشه. عصر خانم ساکتی؟ لطفاً اگه قرار از این بعد جشنی چیزی مد نظر داشته باشی قبلش به هم بده. چشم. بابا من فهم خواستم قافل گیرت کنم. ببخش. من زیاد علاقه به سورپرایز شدن ندارم. دیگه تکرار نمیشه. شما ببخش. ببخش دیگه. اگم بخند. سلام سرکار. سلام. خواستم یه زنگ بزنم. اسمتون؟ بابک کمالی. بفهم. دست در نکن. خواهش می‌کنم. الو. بنان. من تا کی باید این تو بمونم؟ اگه تا دیروز ازم میپرسیدی بهت میگفتم تا هر وقت که به غلط کردم میفتی یا تا هر وقت که آدم شی. اما حالا برات ماجرای زیبایی رو در نظر گرفتم بابی. تا هر وقت که اونجا بپوسی و گول بگوشی. خوبه؟ اینا رو با بزرگترت هماهنگ کردی یا مزخرفات خودته؟ ما چیه؟ دلت واسه این ور خط تنگ شده؟ خب جلو زنتو بگیر مرد حسابی. این چرت و پرتو چی بهش گفتی؟ ببین بچه به مفخم بگو من اگه طاقتم تاق بشه میزنم به سیم آخر، فهمیدی؟ خب میخواستی اندازه دهنت لقمه برداری. هرکی خربازه میخوره چی؟ پوستشو میندازه دور. اما تو پوستشم میخوری. الو الو کجا رفتی؟ ترسیدی؟ ببین تا برگ جدیدی رو نکردم بیایی منو از اینجا بیارین بیرون. بابا تو کارت خیلی درسته اما هنوز آدم نشدی بابی بابی بابی. الو الو سلام آقا. سلام. سلام میزه. ببینم پیلیت سوار آوردی؟ دو سال برمکنم. ممنون. ممنون. بشم. فرمایشی نداری؟ فقط هم جان. من امیدوارم که همه این مسائل دروغ باشه، کذب محض باشه، ولی اگر یه موقع 1% اتفاق افتاد که ممکنه درست باشه دیگه من معذورم، باید پیگیری کنم. اینو حتما به سعید بگو. بابا جون من چرا بگم؟ خودتون بهش بگین دیگه. باشه باشه به وقتش. برو به کارت برس. کاری نداری؟ دست درد نکنه. خداحافظ. خدا نگهدار. روزبه روزبه سلام. شما آقا روزبه کمالی هستی دیگه؟ بله.
معنیش وقتی همون منم عمو پویا با بابا یکی دوبار اومدی کارخونه یادت اومد؟ بله. آفرین قربونت برم. چرا داری تنها میری عمو؟ بی بشی من میرسونم. نه خودم میرم ممنون. عمو جون عمو بیا اینجا قربون اون چشای خوشگلت برم که اگه من این سبزو داشتم دنیا رو تو مشتم میگرفتم. مگه من میذارم تو تنها بری؟ بی بشی بی بشی من خودم میرسونمت. منم بابا عمو پویا بیشتر آشنا میشی. من تو رو میرسونمه کربنده میتم ببند. تنها باید بری شما عزیزم. اه مگه میذارم عمو جون از بابا بابی چه خبر؟ خیلی دلم براش تنگ شده. کجاست؟ خارجه. ای خارجه؟ چه غلطای زیادی بابی و خارج. نه بهش میاد بهش میاد. مسیر خونه ما از این سمت نیست. آره میدونم عمو جون از این سمت نیست، منتها من چون یه خبر خیلی مهم براش از طرف کارخونه دارم جواب تلفنمون رو نمیده، مجبورم چیکار کنم؟ به مامان بگم. حالا اگه گفتی کلاس مامان کدوم وره؟ از این وره، از اون وره. کلاس مامان از این وره، از اون وره. از این وره. آفری، الان میریم پیش مامان. کلاس مامی از این وره، از اون وره، از این وره. خدا سلامت. به سلامت. سلامت باش. بله خانم رویا محبوبی؟ بله بفرما. همسر بابی. بابی کیه؟ بابک کمالی دیگه. خانم بچه هاتون همه تعطیل کردن، شما موندی اضافه کاری؟ چی میگی آقا؟ کی هستی شما؟ من از جایی سبز شدم اون که تخم شهر پاشیدم، جسارتا نمیخواستم مزاحمتون بشم. آقا پسرتون گفت بیام رو خط. روزبه کجاست؟ بیا پشت پنجره یه نگاهی به چشای قشنگش بنداز. بیا. اینم ماما دستتون بده. مامان میدونم عمو جون میدونم، نگه ها نباش، دنبال بازیه.
دنبال بازیه. مامانته مگه من میگم باباته.